برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه دهیم. وزارت ارتباطات عراق به نقل از حیام الیاسری وزیر ارتباطات این کشور اعلام کرد که از امروز خدمات اینترنتی مجانی در محیط حرم امامین الجوادین علیهما السلام در کاظمیه در شمال بغداد ارائه شد. وزیر ارتباطات عراق افزود خدمات اینترنتی رایگان را در مجاورت حرم مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی علیهما السلام در کاظمین را راه اندازی کردیم. وی افزود به زودی سرویس اینترنت رایگان را در محدوده بین الحرمین در شهر مقدس کربلا را راه اندازی خواهیم کرد. سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هشدارهای هواشناسی مبنی بر گرم شدن هوا در 3 روز آینده اشاره کرد. وی در این باره گفت تمام مراکز درمانی در آماده باش برای پذیرش افراد گرمازده و بیماران پرخطر قرار دارند. وی ادامه داد کودکان زیر 4 سال و افراد بالای 65 سال و افراد پرخطر همچون بیماران قلبی، دیابتی، افراد دارای فشار خون در معرض گرمازدگی هستند و باید خود مراقبتی بیشتری داشته باشند. جمعی از اعضا و مسئولان مواکب حسینی طی دیدارهای جداگانه با سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا گفتگو کردند. این مهمانان طی حضور در مقر این مرکز و دیدار با مدیر آن گزارشی از فعالیت‌های خود از ابتدای دهه اول محرم الحرام 1445 ارائه کردند و از همکاری‌های مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت در راستای خدمت به اقامه شعائر حسینی و رفع نیازهای عزاداران قدردانی کردند. وزارت کشور لیبی اعلام کرده اجساد 6 مهاجر را در صحرای هممرز با تونس پیدا کرده است. گفته شده این افراد پس از اخراج از تونس به دلیل گرسنگی در یک منطقه بیابانی تلف شدند. طبق گزارش ها در هفته های اخیر نزدیک به 20 جسد در این منطقه پیدا شده است. گفته شده به دلیل وسیع بودن صحرا و دفن شدن اجساد زیر شن احتمالاً تعداد مهاجرانی که پس از اخراج از تونس در اثر بی‌آبی و بی‌غذایی جان خود را از دست می‌دهند بسیار بیشتر باشد. دیدبان حقوق بشر سوء استفاده های جدی در ماه‌های اخیر علیه مهاجران سیاه‌پوست آفریقایی را محکوم کرده است.